برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. همزمان با 22 مارس روز جهانی آب، اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به بحران کم آبی در این کشور هشدار داده و گفته که این چالش میلیون‌ها تن در افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان در گزارش تازه‌اش روز جمعه 3 فروردین گفته است که تقریباً 80% از جمعیت افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند. به گفته این نهاد، خشکسالی شدید، بی‌ثباتی اقتصادی، اثرات مخرب درگیری‌های طولانی مدت و تغییرات اقلیمی که منجر به تخریب تأسیسات حیاتی آب شده است، عواملی هستند که در این بحران نقش دارند. این سازمان در حالی از تشدید بحران آب در کشور خبر می‌دهد که حدود 67% از مردم افغانستان در سال 2023 از بحران خشکسالی متاثر شدند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه گفته است حدود 17 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه این رقم بالاترین میزان در 23 سال گذشته است، درباره وضعیت سیاسی و انسانی در سوریه گفته که همه تحولات در این کشور در مسیر نادرست حرکت می‌کند. وی بر لزوم کاهش تنش‌ها در سوریه و اتخاذ اقداماتی برای توقف آتش‌بس در سطح ملی بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت تأکید کرد. کمیته خیریه مسجد و حسینی آل یاسین از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق شیرازی در شهر سیدنی کشور استرالیا از آغاز توزیع 14,000 بسته معیشتی در میان نیازمندان جهان خبر داد. طبق اعلام صفحه رسمی این حسینیه در فضای مجازی، کمیته خیریه این حسینیه قصد دارد با اجرای پروژه انسانی ابوالایتام امام علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان جاری 14,000 بسته معیشتی را در میان هزاران خانواده نیازمند، یتیم و بی‌سرپرست در چندین کشور توزیع کند. مطابق این خبر، نخستین محموله معیشتی حسینی آل یاسین در میان صدها خانواده نیازمند و یتیم در شهر مزار شریف کشور افغانستان توزیع گردیده است. مطالعه جدیدی که توسط یک دانشمند محیط زیست و بانک مرکزی اروپا انجام شده است نشان می‌دهد که با افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی، قیمت مواد غذایی و به طور کلی نرخ تورم افزایش خواهد یافت. پژوهشگران با بررسی برچسب‌های قیمت ماهانه مواد غذایی و سایر کالاها، دما و سایر عوامل اقلیمی در سال 21 کشور از سال 1996 به این نتیجه رسیدند که شوک‌های اقلیمی باعث افزایش 1.5 تا 1.8% قیمت مواد غذایی در سال طی یک دهه آینده خواهد شد، که این رقم در مناطق گرم‌تر مانند خاورمیانه حتی بالاتر هم خواهد رفت. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تنها به دلیل پدیده‌های آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی، نرخ تورم تا سال 2035 حدود 1% افزایش خواهد یافت. در نتیجه تیراندازی در یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو، پایتخت روسیه، دست کم 93 تن کشته شدند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که بیش از 150 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. گروه تندروی سنی داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقام‌های روسیه این حمله را یک فاجعه خیلی بزرگ خوانده و گفتند که تمامی برنامه‌های ورزشی، هنری و فرهنگی در روزهای شنبه و یک شنبه در مسکو لغو شدند. استخبارات روسیه از این رویداد به عنوان حمله تروریستی یاد کرده است. در حال حاضر عملیات برای جستجو و بازداشت مسئولین حملات در پایتخت روسیه ادامه دارد.